با عرض سلام به دوستان، بینندگان و شنوندگان سیمای آزادی و تمام هموطنانم، خیلی خوشحال هستم که این برخورد ما بین من و سیمای آزادی امروز انجام میگیره. من یک هنرمندی هستم که تمام زندگی هنری خودم را در راه آزادی و دموکراسی علیه دو رژیم دیکتاتوری شاه و شیخ گذاشتم. من از همون اوائل در اولین هفته ها به شورای ملی مقاومت پیوستم و تا به امروز در شورای ملی مقاومت به فعالیت فرهنگی، هنری، سیاسی خودم ادامه میدم. من در ایتالیا زندگی میکنم. من کنم مجسمه ساز هستم و در طول 53 سال اقامتم در ایتالیا در شهر روم تعداد زیادی تندیس ها از شخصیت های ایرانی، شخصیت های سیاسی ایتالیایی، پارتیزان ها در شهرهای مختلف ایتالیا ساختم. از آثار مهمی که میتونم در این برنامه یاد کنم تندیس خسرو روزبه که در سال 1976 ساختم و سپس تندیس حنیف نژاد، تندیس نرودا صادق هدایت و و و تصدیق ندا و سبا و دیگران است. اینها از بگذارید بگویم که از افتخارات من هست که توانستم این تندیس ها را بسازم و به مردم ایران هدیه بکنم. من به شورای ملی مقاومت پیوستم. در طول این سالیان دراز سیاه رژیم خائن جنایتکار آیت الله ها، من به مبارزه خودم در مقاومت ایران تا به این ساعت، تا به این دقیقه ادامه دادم و افتخار میکنم به عنوان یک هنرمند که در یک مبارزه ملی شرکت کردم. من یادم است اون روزی که به اوبر رفتم و با آقای مسعود رجوی آشنا شدم، طرح دوستی ریختیم که تا به امروز ادامه داره. من به ایشون احترام بسیار قائلم، احترام بسیار به رئیس جمهور مقاومت خانم مریم رجوی، و امروز یکی از روزهایی بود که خانم مریم رجوی در این پارلمان، ما الان در پارلمان اروپا هستیم و شاهد اون بودم که ده ها و ده ها پارلمانتار اروپایی چگونه از خانم رجوی تشکر میکردن، چگونه یاد میکردن از مبارزات خانم رجوی و از مبارزات شورای ملی مقاومت. بگذارید بگم که من افتخار میکنم بنابراین که در این شورا دارم یک زندگی سیاسی و یک زندگی هنری میکنم. من 53 سال زندگی پناهندگی داشتم. میفهمم که زندگی کردن در خارج از ایران در چنین شرایطی بسیار مشکله، ولی ادامه میدم. ولی هستن بعضیا که میان کلیه استفاده خودشونو میکنن و بعد با بدترین شرایط از این تشکیلات استعفا میدن، استعفا میدن و از فردای آن روز شروع میکنن به فحاشی. خب این در هیچ چهارچوب دموکراسی این جریان مورد قبول نیست. من تأسف میکنم واقعا که چنین اتفاقی در این مدت افتاده و شورای ملی مقاومت، شخص آقای مسعود رجوی، شخص خانم مریم رجوی و تمام اعضای شورا و تمام مبارزین، تمام مجاهدین، این فرزندان، نمیدونم چجوری بگم، من انقدر تسلط به زبان فارسی ندارم، ولی میبینم و خوب میفهمم چون من یکی که این اتفاقات رو کشیدم
من تو چشم یکی یکی این افراد این مبارزه نگاه کردم تا تونستم چشم اونا رو بکشم، حرکت اونا رو بکشم، مبارزه اونها رو بکشم، جنایتی که به اونها شده بکشم. بنابراین من نمیفهمم چطور شخصی به خودش اجازه میده که علیه این مبارزین، علیه این سازمان، علیه این شورا تهمت بکنه، فحاشی بکنه. حتی فحاشی به کسایی که اعتصاب قضا میکنن. عجیبه، من خودم چندین سال پیش اعتصاب قضای 17 روزه داشتم به خاطر یک کارگری که از کشتی ایرانی خارج میشد و تقاضای پناهندگی کرده بود و به زور این کارگر رو به کشتی برگردوندم و موقعی که کشتی به یکی از بنادر ایران گویی و بندر عباس بود رسیده بود، این جوان کارگر رو به دار کشیدن. من برای این کارگر 17 روز اعتصاب قضا کردم، تمام جراید رو متمرکز این اتفاق کردم. رئیس مجلس، رئیس پارلمان، پرزیدنت پارلمان ایتالیا به دیدن من آمد. در حدود 300 خورده ای تلگراف از شخصیت‌ها، شهردارها به من رسید. اینها تمام همبستگی با مردم ایران بود، تمام همبستگی با اون جوان کارگر بود. اعتصاب قضای امروز چه در کامپ لیبرتی و چه در شهرهای مختلف اروپا و آمریکا و کانادا و استرالیا، اینو میخوان بگن این عده‌ای که اعتصاب قضا کردن که من به یکی که آنها سلام و درود میفرستم و ازشون پشتیبانی میکنم، میخوان صداشون رو به گوش جهان برسونن، میخوان بگن که 7 نفر از اعضای شورای ملی مقاومت، از اعضای سازمان مجاهدین خلق در چنگال مالکی و خمینی هستند. در عراقی که در کامپ اشرف آخرین بار 52 نفر رو قتل عام کردند، با دست بسته تیربارون کردند، دار کشیدند. این بچه‌ها، این افراد، این خواهران، این برادران، این رفقا به وسیله اعتصاب قضا میخوان اینو به جهان برسونن. این کسایی که فقط بلدن فحاشی بکنن، که کمترین اطلاعات تاریخی ندارن، باید بدونن، باید بفهمن، باید متوجه بشن که همیشه اعتصاب قضا یک حربه بین المللی بوده، یک حربه بسیار عالی بوده. مگر گاندی اعتصاب قضا نکرد؟ امروز در زندان‌های ایران هزاران زندانی در حال اعتصاب قضا هستند، در زندان‌های ایران زیر فشار این جنایتکاران. بنابراین برای این اشخاص تمام این اتفاقاتی که در چارچوب شورای ملی مقاومت و سازمان مجاهدین میفته مورد اعتراض اینها قرار میگیره. من نمیدونم چه کار باید کرد که مطابق میل این آقایون باشه. معلومه که ما کاری نمیتونیم بکنیم، اون کارا رو بلد نیستیم، اون کارا رو ما یک جنایت میدونیم. همکاری با رژیم جنایتکار آخوندها، ما اون کارها رو بلد نیستیم بکنیم. ما مبارزه میکنیم، ما مبارزه برای آزادی، برای استقلال، مبارزه برای دانشجویان، مبارزه برای زندانیان سیاسی میکنیم، مبارزه برای زندانیان غیر سیاسی میکنیم. چون رژیم ایران نمیتونه، حق نداره. رژیم ایران یک جنایتکاره. رژیم ایران نمیتونه یک نفر، حتی یک کسی که قتل کرده رو بگیره و در زندان زیر شکنجه ببره و بعد از مدتی دار بکشه. خود رژیم ایران یک رژیم جنایتکاریه که باید در دادگاه محکوم بشه. البته ما مخالف دار هستیم، مخالف تیرباران هستیم.
ولی بدونن این اشخاص، بدونن که جسارت کردن به افرادی که هفته هاست، بیش از دو ماه هست که اعتصاب غذا میکنن و به خاطر اینکه صداشون رو به گوش مردم جهان به مطبوعات برسونن، این یک امر بسیار عادی و یک حرکت واقعا دموکراسی است. ما در یک جریانی قرار گرفته ایم که رژیم ایران با کلاهبرداری، آخرین کلاهبرداری دیگر خود، به وسیله یکی دیگر جانیان در صف ایستاده به نام حسن روحانی برای چندمین بار ادای آزادی دموکراسی رو در خارج از ایران به وجود آورده. روحانی دست نشانده همون جنایتکاران، روحانی دست نشانده خاتمی و رفسنجانی و خامنه‌ای جنایتکار هست. روحانی نمیتونه یک شخص آزاده باشه، چون بزرگ شده اون تشکیلاته. روحانی مسئول یک گروه جنایتکار بوده، بنابراین این بچه ها، این خواهرها، این برادران، این اشخاصی که اعتصاب غذا دارن میکنن به خاطر مخالفت با روحانیه، مخالفت با اون رژیمه، موافقت برای آزادیه، برای دموکراسیه. اگر در یک کشوری دموکراسی باشه، تمام مردم اون مملکت، تمام اون ملت، تمام اون آدم ها، از پیر و جوان، از دانشجو و بیکار، میتونن از اون زندگی دموکراسی برخوردار باشن. ما میبینیم که بیش از 30 چند سال هست که بعد از رژیم جنایتکار فاشیستی شاه، رژیم خائن و جنایتکار دیگری آمد و بدتر از رژیم شاه مردم رو به زندان انداخت، شعرها و نویسنده های ما رو به زندان انداخت، شعرهای ما رو تیربارون کرد، سید سلطانپور رو تیربارون کرد، نویسنده های ما رو تیربارون کردن، دار کشیدن، دختران جوان ما ندا و صبا رو با تیر، با زدن تیر در خیابان و در کامپ اشرف و در لیبرتی از بین بردن، به شهادت رسوندن. این رژیمه، ما علیه این رژیم داریم اعتصاب غذا میکنیم. ما علیه این رژیم امروز در حضور خانم مریم رجوی در پارلمان اروپا حضور داشتیم و فردا ممکن در یک میدان دیگه ای باشیم، در یک جریان دیگه ای باشیم که بتونیم به مبارزه خودمون ادامه بدیم. بنابراین من تشکر میکنم از این که سیمای آزادی این وقت رو به من دادن و من تونستم به عنوان یک هنرمند، به عنوان یک آزاده، به عنوان عاشق یک سیستم دموکراسی، توانستم که صحبت‌های خودم رو با شما دوستان و با شما رفقا و خواهر برادرها بکنم. موفق باشید.